قاچاق و جنگ اوکراین آرد رو بخوام که معاش حداقل مردم ماست از اونها بگیرن، روزی حسرت خانه های کشورهای همسایه رو میخوردن، روزی حسرت خودروها، روزی حسرت زندگی، الان دارن حسرت نان خوردن کشورهای همسایه رو بخورن. افزایش انتقادها از گرانی نان در ایران، دولت از حذف ارز ترجیحی برای آرد دفاع کرد. آیا کوپن و یارانه راه کمک به قشر کم درآمد است؟ و آیا دولت راه دیگری برای گذر از بحران قیمت ها دارد؟ این موضوع گفتگوی برنامه امشب است. همچنین در این برنامه، از محدودیت پرورش اندام تا ممنوعیت خالکوبی و ناخن مصنوعی، با تنگتر شدن عرصه اجتماعی برای زنان، ارائه بعضی خدمات آرایشی در مشهد ممنوع شد. دفاع رئیس جمهوری روسیه از حمله به اوکراین در سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم، پوتین میگوید اقدامی پیشگیرانه بود. و سقوط آزاد رایج‌ترین رمز ارز جهان، ارزش بیت کوین طی 6 ماه نصف شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک نماینده مجلس ایران در صحن علنی اعترافی تلخ کرده که میتواند توصیف این روزهای رابطه مردم و حکومت باشد. او گفته وقتی به حوزه های انتخابیه خود میرویم چیزی جز بد و بیراه و آه و نفرین از مردم نمیشنویم. موج تازه انتقادها از دولت با برداشتن ارز ترجیحی از آرد صنعتی شروع شد، اقدامی که باعث شده قیمت همین آرد تقریبا 10 برابر شود. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ به این دلیل که دولت دیگر دلار 28,000 تومانی را به نرخ ارزان 4,200 تومان برای تامین آرد صنعتی در اختیار کارخانه ها نمیگذارد. دولت از این برنامه خود دفاع کرده و گفته که برای جبران افزایش قیمت نان به مردم یارانه میدهد. همچنین گفته که نان سنتی را به قیمت ارزان در اختیار همه قرار میدهد، البته با رعایت سهمیه بندی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم خواهان حمایت از دولت شده، ولی نفس سهمیه بندی نان معنای غیر از رسیدن بحران به ساده ترین اقلام سفره مردم دارد. آیا حکومت میتواند جلوی گرسنگی را بگیرد یا پیامدهای نارضایتی گرسنگان را کنترل کند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم، ولی اول اجازه بدید بریم سراغ تصاویر زنده از گفتگوی تلویزیونی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، با تلویزیون دولتی ایران. و با این شرایط، یا شرایط جان مردم، شرایط مال مردم، شرایط سفره مردم، من با علم و اطلاع و آگاهی آمدم توی میدان و با این تصمیم که حتما باید تصمیمات، حالا اسم سخت رو نگذارم، تصمیماتی که همراه با مشکل، همراه با اینی که باید دولت در این رابطه اگه لازم باشه آبروشو بده، بعضیا جان دادن، بعضیا مال دادن، اگه لازم باشه بنده آبروم هم در این رابطه بزنم که مردم در این قضیه معیشتشون دچار مشکل نشه، سفره مردم آسیب نبینه، راندخارا و مفسدین مردم رو چپاول نکنن، هر کاری که لازم باشه در رابطه ما انجام بدیم. من هیچ گونه این حرفو، البته منتقدین عزیزان ما که مینویسن بیان میکنن، من استقبال میکنم فرمایشاتشون و یقین دارم همشون از در دلسوزی میگن و با استقبال با همه این نقدها. بدونید عزیزان، امروز با یکی از عزیزانی که نقد میکرد دولت رو مواجه شدم، ازش تشکر کردم، گفتم من نوشته‌هاتو خوندم، دیدگاهاتو دیدم، اما من وضعیت رو برات ترسیم میکنم، شما خودت مسائل اقتصادی ببینید ما چه بکنیم در رابطه، شما راهی دارید، راه پیشنهاد کنید، بررسی شده. ما امروز میخوایم اجرای قانون بکنیم، قانون 1401 دولت رو الزام کرده به انجام کارهایی. یا باید مثل بعضی از دولت‌ها بگیم حالا درست قانون نوشته، ما زمان برش بگذره ببینیم چی بشه، مشمول مرور زمان بشه، ما این کار نخواهیم کرد. از طرف دیگه اینکه مردم در این رابطه مطالبه دارن، از ما نخبگان از ما مطالبه دارن که مسائل اقتصادی رو ما با نگاه اصلاحگری به مسائل اقتصادی پیش ببریم و ما مصممیم در رابطه. عزیزان بدونن هم برنامه داره دولت در این رابطه، هم مطالعه داره در این بخش ها و هم با برنامه وارد شده که انشالله بتونه مسائل اقتصادی رو دنبال کنه و اصلاح کنه مسائل اقتصادی. تازه این اول راهه. من خدمت جناب عالی و گفتگوی تلویزیونی ابراهیم رئیسی ادامه داره، بیشتر هم حول مسائل اقتصادی گفت که تصمیم های سخت باید گرفته بشه. بیشتر در این باره حرف میزنیم، اول گزارشی از باران عباسی.
خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. انتقاد نماینده مجلس ایران از افزایش چشمگیر قیمت نان باگت و ماکارونی در پی حذف ارز 4200 تومانی که به آرد کارخانه ها و نانوایی ها تعلق می گرفت. چرا باید به بهانه قاچاق و جنگ اوکراین آرد رو بخوان که معاش حداقل مردم ماست از اونها بگیرن؟ جلیل رحیمی جهان‌آبادی علت را ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها و جلوگیری از رانت می داند. به فرض اینکه شما یارانه آرد بدید، افزایش قیمت سایر کالاها یارانش چی میشه؟ دولت ناتوان از اداره امور کشور هست. دولت اما میگوید در حال اجرای مصوبه حذف ارز 4200 تومانی است. طبیعتاً با توجه به الزام قانونی که برای حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه 1401 وجود داره، دولت ملزم هست به این که در خصوص حذف ترجیحی اقدامی رو انجام بده. خب با حذف ارز ترجیحی در اقلامی که یارانه می گرفتن ما افزایش قیمت و تغییر نرخ داریم، اما جبرانی لازم اون به حساب خانوارها واریز خواهد شد. البته ما به دنبال این هستیم بر اساس قانون که به سمت کالابرگ هم حرکت بکنیم. به گفته رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم، با حذف یارانه آرد قیمت آرد نان فانتزی از کیسه 67 هزار تومان به 630 هزار تومان رسیده، یعنی حدود 10 برابر شده و قیمت هر نان باگت را به بیش از 10 هزار تومان رسانده. این گزارش وبسایت اکو ایران از فروشندگان فلافل در میدان محمدیه تهران، یکی از ارزان ترین ساندویچ ها که حالا با نان لواش به جای باگت عرضه می شود. اما این نگرانی هست که قیمت نان سنتی هم افزایش یابد. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در گزارشی گفته این نان سهمیه‌ای خواهد شد و عرضه ترجیحی 4 کالای اساسی دیگر هم حذف می شود. انتظار می رود با تغییر شیوه فروش نان سنتی، فروش نقدی این کالا در سراسر کشور متوقف شود و هر سرپرست خانوار با کارت بانکی خودش که به کد ملیش متصل خواهد بود بتواند نان بخرد. اما فقط گرانی نان نیست. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه فروردین ماه به بیش از 39% رسید. موزلی که رئیس پیشین بانک مرکزی ایران در نتیجه چاپ پول به دست دولت به منظور تأمین هزینه هایش می داند. دولت 13 با 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید. حامیان جناب آقای رئیسی و امپراتوری رسانه‌ایشون دست از فرافکنی بردارند و به جای این حرفا ریشه مشکلات رو بررسی و شناسایی بکنن و بدونن که پشت پرده گرانی ها همین چیز هست. سال هاست که دولت های ایران وعده اصلاح اقتصادی می دهند، از ادعای اصلاح یارانه ها تا اصلاح ساختاری اقتصاد، اما در همه این سال ها برای مردم تنها نتیجه تورم، نوسان تند رشد اقتصادی و بیکاری بوده. اقتصاد ما اقتصاد رانت، مافیا و دولتی است و هر دولتی چه اصلاح طلب، چه انقلابی، چه اصولگرا بیاد نمیتونه کاری بکنه. با افزایش چنین انتقادهایی، آیت الله خامنه ای رهبر ایران بدون اشاره به بالا رفتن شدید قیمت ها و نارضایتی مردم خواستار حمایت از دستگاه اجرایی شده. کارهایی که دولت در زمینه اقتصاد در پیش داره کارهای مهمی است و احتیاج به کمک همه داره، یعنی همه دستگاه قوای مختلف، آهاد مردم، مجموعه ها، همه باید به دولت انشالله کمک کنند. موضعی که انتظار می رود پایانی بر انتقاد مقام ها حتی در حد نسخ در مجلس باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باران عباسی، بی بی سی. رئیس جمهوری ایران دقایقی پیش گفت که دولت به مدت 2 ماه به مردم یارانه پرداخت می کند و بعد با افزایش قیمت ها به مردم کوپن یا کالابرگ الکترونیک می دهد. مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع
300 هزار تومان در ارتباط با نان و دارو همه بهره مند میشن بدون استثنا، تمام آحاد مردم از نان و دارویی که دارای در واقع همون قیمت یارانه ایست برخوردار میشن. و این حمایت معیشتی از مردم، یعنی اون چی که پرداخت میشه عنوان حمایت معیشتی است. چرا؟ چون ما میخوایم ابتدای سال یک تغییر قیمتی داشته باشیم نسبت به بعضی از کالاهای اساسی. این باید حمایت از مردم بشه. حمایت از مردم هم فعلا برنامه‌ریزی شده که دو ماه یک حمایت این گونه بشه، بعد تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک طبق برنامه‌ای که دولت داره. این کالابرگ الکترونیک هم برابر قانونی است که انجام میشه، هم اون چیزی که به عدالت نزدیکتره و میتونه گرانی رو به دنبال نداشته باشه. ابراهیم رئیسی بود، رئیس جمهوری ایران. علیرضا صلواتی کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی ایران اینجا در استودیو با ما هستند و همینطور بهروز فراهانی عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و فرانسه از پاریس با ما هستند. سال اول رو اینجا در استودیو از آقای صلواتی میپرسم. آقای صلواتی، در شرایط فعلی کالابرگ الکترونیک یا حالا همون کوپن و یارانه چقدر کارسازه؟ در مورد اینجور کمک‌های اجتماعی که در قالب UBI مطرح میشن، حداقل درآمد برای اقشار آسیب پذیر برای مدت معین و به تعداد معینی کمک داده میشه. این چیزیه که در بسیاری از کشورهای دنیا داریم. نگرانی اینجاست که این کمک ها گسترش پیدا بکنه، یعنی اول ما کوپن نان داشته باشیم، بعد روغن داشته باشیم، بعد قند و شکر داشته باشیم و بعد به اونجایی برسیم که شهروندان برای قوت روزانه خودشون به شدت وابسته به دولت بشن. اون چیزیه که اکثر جریانات اصلی اقتصاد ازش اجتناب میکنن و سعی میکنن هر چقدر که ممکنه دولت رو از دخالت دور بکنن. آقای فراهانی، شما چی فکر میکنید؟ با سلام به شما و بینندگانتون. خب آقای صلواتی که مثل همیشه نسخه های نئولیبرالی رو دارن مطرح میکنن. ببینید، هیچ چیز قائم به ذاتی در کمک به مردم وجود نداره که وقتی که با مشکل روبرو میشن شما بخواید به مقداری پول پخش کنید بینشون، یا یارانه بدین، یا حتی کوپنی بکنید. این فی نفسه شما نمیتونید این رو محکوم بکنید. الان در کشور فرانسه قیمت گازوئیل و بنزین به شدت بالا رفته و دولت آقای مکرون که یک دولت کاملا نئولیبرال هست، برای احتراز از یک جلیقه جنبش دوم جلیقه زردها داره یارانه رو مستقیم توی ایستگاه بنزین به مردم میده. 15 سنت با مالیاتش 18 سنت رو داره کمک میکنه که قیمت رو پایین نگه داره. این سیاستی است که همه جا میتونه بره. همش بستگی داره که سیاست عمومی دولت شما چی باشه، این دولت تا چه حد پایش روی مردم باشه و بخواد که تولید رو به نفع اونها بگردونه. چاپ اسکناس در ایران بدون پشتوانه و پخشش به عنوان یارانه برای مدت کوتاه حتی به دهک‌های مختلف فقط و فقط تورم رو میبره بالا. در اینجا من موافقم با آقای صلواتی، ولی بس بر سر این که راه های دیگه وجود داره. تنها این راه وجود نداره. ما در یک اقتصادی هستیم که دولت انحصار رانت نفتی و ارز رو داره و بزرگترین کارفرما هست. این دولت با داشتن برنامه های معین در همین چارچوب اقتصادیات سرمایه داری، با چرخش تولید، کمک واقعی به چرخش تولید و دخالت در تولید اتفاقا برخلاف حرفی که آقای صلواتی میزنه، با برنامه‌های بزرگی که میتونه ایجاد بکنه، برنامه‌های عمرانی که میتونه ایجاد بکنه، بعد چرخ تولید رو به گردش بندازه. در اون شرایط حتی کوپنی کردن، حتی یارانه پخش کردن منجر الزاماً نه تنها به تورم نمیشه، بلکه کمکی میشه به دهک‌های پایینی. یک چیزی رو باید در نظر بگیریم که این سیاست‌هایی که میگن ما باید یارانه رو ورداریم از سوخت، از نان، از همه چی، یادمون نره که جنبش آبان 98 در اثر چی اتفاق افتاد. در اثر همین حذف یارانه سوخت بود. نان هم همینجوره. اساسا این سیاست های نئولیبرالی یک سیاست هایی هست که طبقاتی، به این معنا که با در هم کوبیدن مقاومت مردم میتونه جلو بره. حتی در کشور پیشرفته هم اینجوری بود. آقای صلواتی، ببینید مشکل همینجاست دیگه. ما وقتی دخالت میدیم دولت رو، مثل کاری که مثلا یه جوکی بود در مورد شوروی که میگفتن که گفت دولت مشخص کرده بود بر اساس وزن شما باید پیچ تولید بکنید،
بعد این پیچا به خاطر همین همشون ریز بودن، پیچای درشت ممنوع شد. بعد دولت به خاطر اینکه اینو درستش بکنه، همین روشایی که یکی یکی ایشون فرمودن، مثل همون خواستش یه کار غلط رو با یه کار غلط دیگه درست بکنه. گفت خب این از این بعد تعداد پیچا رو باید ملاک قرار میدیم. از اون به بعد پیچای بزرگ دیگه کمیاب شد در بازار. دخالت‌های دولت در بازار همیشه همین کار رو میکنه. یعنی وقتی که ما میگفتیم که شما دست به تولید نزنید، اجازه قیمت گذاری نکنید در تولید دام و طیور مثلا، یا در مورد گندم قیمت گذاری دستوری نکنید، به خاطر همینه که وقتی شما فشار میارید و قیمت گذاری دستوری میکنید، یه روزی مثل امروز ما تولیدگر تولید براش در داخل، چه در مورد مواد غذایی و چه در موارد صنعتی، دیگه صرف نمیکنه. به خاطر اینکه همونطور که ایشون هم گفتش، دولت ایران یکی از بزرگترین دولت‌های جهان هستش در سهمی که از اقتصاد کشور برداشته. یعنی ما یه دونه رنگ خیلی مشخص علمی داریم، هر سال بر اساس آزادی اقتصاد هر سال این منتشر میشه. اگر شما به همسایه های اونا نگاه بکنید، یعنی ایران رو اگه توی اون لینک نگاه بکنید، همسایش کیه؟ جمهوری بولیواری بولیوار که بله بولیوی، که معلومه که چه تفکر سیاسی دارن. بعد از اونم ونزوئلاست. یعنی ما همسایه هامون یه همچین کشورهایی هستن، کشورهایی که در 40 سال قبل در منطقه خودشون، چه در آمریکای جنوبی ونزوئلا، چه در ایران در منطقه خاورمیانه، عروس منطقه بودن. ولی وقتی که انقلاب شد در اونجا و سیستمای تمام صنایع خصوصی توقیف شد و در اختیار دولت قرار گرفت، همین امروز میبینیم که وضعیت اقتصادیشون به شدت شبیه همه، توی رنکینگ‌های علمی همسایه هم هستن. بی دلیل هم نیستش که وزیر نفت ایران دست وزیر نفت ونزوئلا رو میگیره به بالا و میگه که نمیدونم مرگ بر این و مرگ بر اون. خب آقای فراهانی، آقای صلواتی مثال ونزوئلا و بولیوی رو زدن، میگن که اینا راه، در حقیقت این راه ختم میشه به دخالت دولت در تمام امور زندگی و شونات مردم. اولا در ونزوئلا اینجوری نیست، بخش خصوصی بسیار بزرگی وجود داره و در آمریکای لاتین چه کشورهایی که بخش خصوصی دست بالا رو داره، چه جاهایی که دولت یه سری راهنمایی میده، همشون در بحرانه. آرژانتین و کولومبیا که در واقع تمام سیاست‌های نئولیبرالی سازمان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو پیاده می‌کنن، در شدیدترین تورم هستن. در ترکیه الان به بیخ گوش ما بالاترین تورم داریم. نظام سرمایه‌داری جهانی در بحرانه. ولی من وارد این بحث نمی‌شم. مشکل ما اینه که ما در ایران فقط آیت الله‌های در قدرت خواهش ندارم. کنم وارد بحث بشید، یعنی عدد بدید، بگید که تورمه، بگید تورمی که وجود داره در آرژانتین در مقایسه با تورم. سکوت کردم، شما ادامه دادید. اجازه بدید آقای صلواتی، اجازه بدید که آقای فرهانی حرفشون رو تموم کنه. بفرمایید. ما مشکلمون در ایران اینه که فقط آیت الله های در قدرت نداریم، یه سری اقتصاددانایی هم داریم که اینجا بهشون میگیم آیت الله های نئولیبرال، مثل امثال آقای صلواتی که منکر هر نوع دخالت دولت میشن. وضعیتی که وجود داره اینه که اینها حتی تاریخ معاصر رو نادیده میگیرن. در بردای جنگ جهانی دوم با شکل گیری دولت رفاه‌ها و دخالت مستقیم دولت در اقتصادیات، حتی در تعیین قیمت‌ها، ما شاهد 3 دهه رشد طلایی در کشورهای سرمایه‌داری بودیم. دولت رفاه‌ها با برنامه دخالت مستقیم دولت بزرگترین پیشرفت‌های تکنولوژی، اقتصادی و رفاه اجتماعی را آوردند. این دوستان ما این دوره تاریخ رو ندیده می‌گیرن و فقط مثال‌های مثل ونزوئلا و غیره اینها رو میارن برای ما مطرح می‌کنن، بدون اینکه به تاریخ به طور واقعی رسون. نه، دنیای دیگه‌ای ممکنه، آلترناتیو دیگه‌ای وجود داره. و اون حرف الان تمام این سیاست‌های نئولیبرالی در همه جا وقتی با خشونت پیاده شده، همه جا مردم رو به خیابون آورده. الان هم که این دولت آقای رئیسی داره رایانه میده، از روی این نیست که خیلی عقلش کار میکنه یا غیره، از جنبش مردم میترسه. در همه کشورها یادمون نره، اولین جایی که سیاست‌های نئولیبرالی با شدت پیاده شد در شیلی بود، که بعد از یک شکست کامل جنبش کارگری و کودتای علیه جنبش سوسیالیستی و آلنده بود که راه رو باز کرد برای اینها. تاچر با درهم کوبیدن اتحادیه‌های کارگری بود که راه رو باز کرد برای نئولیبرال‌ها. همینجور ریگان در آمریکا. ولی در ایران، در کشوری که سال گذشته
ما با 4122 اعتصاب و اعتراض کارگری روبرو هستیم. آقای رئیسی نمیتونه شاخ بزنه با شاخ بزنه تو این جریان، برای همینی که داره پول پخش میکنه. برنامه ندارن اینها. بسیار. اینا برنامه دولت رفاه ندارن و در مقابلش اجازه میدن که آدمهایی مثل آقای صلواتی هم بیان بگن اساسا دولت نباید دخالت. خب دولت صلواتی به شدت باید دخالت. آقای صلواتی، آقای فراهانی میگن که خب چرا به بولیوی و ونزوئلا اینا اشاره میکنید؟ نمونهش همین اروپای شمالی، کشورهایی مثل مثلا بلژیک و سوئد و دانمارک و اینا که خیلی هم دولت وارد میشه، حمایت میکنه از مردم، دولت‌های رفاه رو تشکیل میدن. خب اگر در چنین شرایطی واقعا یارانه هم داده نشه، مثلا کوپن هم داده نشه، آیا آزادسازی قیمت‌ها باعث نمیشه که طبقات پایین جامعه، پایین‌ترین طبقات جامعه حتی پول نداشتن نون بخرن؟ ببینید الان وقتی که یک انسانی چاقو بهش میخوره، خون ریزی میکنه، هم دفعتن که نمیمیره، یه مدتی این خون از بدنش دفع میشه، بدن ضعیف میشه و میمیره. الان اقتصاد ما به اینجا رسیده، یعنی الان که مثلا ایشون من میگم عدد به فرمان، وقتی که میگه تورم همه جا هست، بله تورم تقریبا در همه دنیا هست، ولی تورم رو وقتی به عددش نگاه میکنیم، تورم 4% 5% آمریکا رو با مثلا تورم 50% ترکیه بالای 60% بله. گفته حالا میشه. این استثناءن ترکیه است، اونم به خاطر اینه که آقای اردوغان بحث دیگه، اون در مورد ترکیه اگه بله زوم بکنیم چیز دیگه است. ولی ببینید روسیه الان در وضعیت جنگ قرار گرفتش، مگه شروع کردش به تمام مواد غذایی ارز یارانه‌ای دادن؟ خیلی ساده نرخ بهره رو دو برابر کردش و تونستش این شکلی از قوت روبل دفاع بکنه. میدونید ولی وقتی که ما میگیم که همه جا تورم هستش، اینا رو باید عددشون رو مقایسه بکنه. مثلا میگین شما دخالت در دولت، بله مثلا ایشون خودشون مثال خیلی خوبی زدن، گفتم وقتی شما بنزین میزنید، دولت نئولیبرال، دولت لیبرال، حالا اینایی که میفرمانه تو فرانسه، به شما 18 سنت اونجا سوبسید میده. عددش خیلی مهمه، یعنی کمتر از 2% 3% قیمت سوخت رو داره به شما سوبسید میده. ما نزدیک 70% این کار رو داریم انجام میدیم و این بدن همچنان به همین ترتیب خونریزی خواهد کرد. و این که مثلا ما وقتی صحبت که میکنیم، ببینید خارجی ها، من در ادامه آخه وقتمون خیلی کمه آقای فراهانی، شما پاسختون رو بفرمایید، بعد من به هر دوی آقایون یک دقیقه وقت میدم جمع‌بندی کنیم. من در ادامه مثال آقای صلواتی میخواستم بگم، بله بدنی که خونریزی میکنه میتونه خونریزی داخلی داشته باشه. جمهوری اسلامی خونریزی داخلی داره، 43 ساله که میگه ما میخوایم اقتصاد خودکفا داشته باشیم، هیچ غلطی نکردن در این زمینه، هیچ مشکلی رو حل نکردن. جمهوری اسلامی در ایران احتیاج به یک جراحی داره برای اینکه این خونریزی رو قطع بکنه، باید بذاره و در واقع دولت رو و بره پی کارش. این دولت، این حکومته که مانع همه این اقدامات ساختاریه، ربطی اصلا به سیاست‌های دولت رفاه و غیر اینها نداره. آلترناتیوهای دیگه‌ای وجود داره، فقط آلترناتیو نئولیبرالی نیست. آلترناتیو نئولیبرالی همه جا با خودش شورش‌های مردم رو داشته. تکرار می‌کنم، اگر آقای رئیسی الان داره پول میده، یارانه میده، فقط ترسش از جنبش مردمیه، فقط و فقط. برنامه‌ای برای این هیچ اقدامی نداره، در نتیجه اصلا باهاش وارد دیالوگ و بحث نباید شد. صحیح. آقای صلواتی یک دقیقه وقت دارین که نکاتتون رو جمع بندی بکنید. ببینید وقتی خارجی مثالی دارم میگن اگه پرنده‌ای مثل اردک را میره و صدای اردک در میاره، حتما احتمال خیلی زیاد اردکه. اگر ما در تمام چارت‌های اقتصادی که مراکز معتبر اقتصادی جهان منتشر میکنن، همسایه بولیوی و ونزوئلا و اتیوپی و اریتره هستیم، احتمالاً ما کمونیست هستیم، احتمالاً اقتصاد ما اقتصاد بسته‌ایه. اگه شما به بیانیه‌های اول انقلاب حزب توده و چپیا نگاه بکنید، علیه دولت لیبرال آقای بازرگان که خیلی متهم به لیبرال بودن و در طی 40 سال هیچ دولتی به اندازه دولت بازرگان همچنان متهم نیست به لیبرال بودن، این دولت لیبرال که متهم به لیبراله اکثر صنایع‌های خصوصی رو دولتی کرد. برای همین من فکر میکنم اگر بالاترین عدد ما 3 که همون بازرگان میگیره، ما هیچ وقت در ایران هیچ تفکر حاکمیتی که بویی از لیبرالیسم
نئولیبرالیسم، پست لیبرالیسم یا هر چیزی شبیه به اون برده باشه اصلا نداریم. آقای فرهانی شما میتونید جنبندی بکنید یا میتونید به این سوال هم جواب بدین که از نظر آقای صلواتی این اقتصاد لیبرالی نیست، از نظر شما یه اقتصاد دولت رفاه یا حالا دولتی همچین درستی هم نیست، پس چیه این؟ در ایران ما یه سیاست معجون داریم. واقعیتش اینه که این دولت یک دولت راندخاره که در این حال برای گشایشش سیاست‌های نئولیبرالی رو داره پیاده می‌کنه، همون دقیقاً نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی. برای همین هم است که آقای شراستان به دولت آقای احمدی نژاد با اون همه شعارهای انقلابیش میگفت شاگرد اول نئولیبرال‌ها در منطقه. این تاریخه. ببینید مشکل این دوستان ما اینه که این مسائل نادیده میگیرن، بعد مثال‌هایی که میزنن جزئی این و اون وره. در تمام تاریخ اروپا، در اروپای شمالی، در آلمان، در فرانسه، این دولت بود که در اوضاع بحرانی با به دست گرفتن اقتصاد، اقتصاد رو چرخون، راه انداخت و بیمه‌های اجتماعی ایجاد کرد. نیروی جنبش کارگری که پشتش بود بهش اجازه داد که این حرکت رو انجام بده. در آمریکای لاتینی که مثال میزنن، برزیل، آرژانتین، اینا هیچ کدوم اقتصادی که دولت درش دخالت بکنه ندارن، ولی با همون تورم، با همون مسائل روبرو هستن. نظام جهانی سرمایه‌داری در بحران هست و باید راه دیگه رو دید، دنیای دیگه ممکنه. الان ما داریم میبینیم با تمام این بحثایی که میشه، الان در فرانسه جنبش بزرگی راه افتاده که اتفاقا شعارش هم اینه، دنیای دیگه و اقتصاد دیگه ممکنه. و این آیت الله های نئولیبرال ما باید یه خود چشمشون رو بیشتر باز کنن. بسیار ممنون. سپاسگزارم از بهروز فرهانی، عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه از پاریس با ما، و اینجا در استودیو علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد سیاسی. رئیس اتحادیه زنان آرایشگر مشهد خبر ابلاغ ممنوعیت بعضی خدمات آرایشی و زیبایی در این شهر را تایید کرده و گفته که این خدمات به خاطر اشکال شرعی ممنوع شده. همین ممنوعیت‌ها باعث شده بسیاری از زنان شاغل بیکار شوند و سالن‌های زیبایی تعطیل. در روزهای اخیر هم فدراسیون پرورش اندام ایران اعلام کرده که شرکت در رقابت‌های قهرمانی برای زنان ممنوع است. مریم افشنگ نگاهی کرده به محدودیت‌های تازه زنان در ایران. راه اندازی گشت نظارتی کاشت ناخن و اپیلاسیون در مشهد. این هم نسخه ای از ضوابط اجرایی و الزام آور صنف زنان آرایشگر مشهد. رئیس اتحادیه زنان آرایشگر مشهد با تایید گشت نظارتی گفت که از زمان راه اندازی آن بسیاری از سالن‌های زیبایی در این شهر تعطیل شده و آرایشگاه‌های زنانه زیرزمینی افزایش یافتند. فاطمه سالارزاده به سایت دیدبان جزئیات بیشتری داده. بر اساس این دستورالعمل کاشت ناخون، کاشت موژه، اپیلاسیون نقاط محرمه، تتو، تزریق ژل و بوتاکس در آرایشگاه‌های مشهد ممنوع شده است. دلیل ذکر شده برای اعمال چنین ممنوعیت‌هایی این است که برخی از کارهای زیبایی نظیر کاشت ناخون به لحاظ شرعی اشکال دارد و آقایان اذعان داشتند که چون اینجا شهر امام رضا است نباید این کارها صورت گیرد. چند روز پیش هم فدراسیون پرورش اندام ایران اعلام کرد بدنسازی زنان در بخش همگانی و باشگاه‌ها مشکلی ندارد، اما فعالیت زنان در رشته پرورش اندام و شرکت در رقابت‌های قهرمانی ممنوع است. به نظر می‌رسد دولت جدید در تلاش است تا عرصه اجتماعی را برای حضور زنان محدودتر کند. این ویدیویی است که چندی پیش در فضای مجازی منتشر شد که خبر از دیوارکشی در پارک آفرینش بجنورد می‌داد و تفکیک جنسیتی. شهردار بجنورد اما خبر زنان مردان سازی را تکذیب کرد و گفت این پارک در حال تبدیل به پارک بانوان شدن است و اصلی ترین موضوع محرم سازی این پارک برای حضور و استفاده زنان است. از سوی دیگر یکی از اعضای شورای شهر تهران هم تفکیک جنسیتی در پارک ها را تکذیب کرد و به این تصمیم شهردار تهران اشاره کرد. 352 بوستان تهران برای مادران و کودکان، زنان و دختران مناسب سازی و به زودی 5 بوستان اختصاصی بانوان نیز به پایتخت اضافه خواهد شد. امکانات تفریحی تهران باید آرامش بخش همه اعضای خانواده باشد. در گفتگوهایی که بعضی از اعضای شورای شهر تهران انجام دادند، این طرح را در راستای راحتی بیشتر برای مادران و دور بودن زنان از دید نامحرم برشمردند. انتشار این تصاویر دو روز پیش از دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم جنجالی شد. عده‌ای از دانشجویان که می‌خواستند از فضای ورزشی استفاده کنند، از سوی ماموران حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، نوع پوشش دانشجویان دختر و لزوم تفکیک جنسیتی از جمله مواردی بوده که مسئولان به عنوان دلایل خودداری از دادن کلید به دانشجویان مطرح کرده بودند.
در حالی که هر روز انتقادات از وضعیت بد معیشتی در ایران بیشتر می شود، ظاهراً برای بعضی از مسئولان اولویت افزایش محدودیت ها برای زنان است. مریم افشنگ، بی بی سی. سمونه سوادی، حقوقدان و فعال برابری جنسیتی از برایتون بریتانیا با ما هستن. خانم سوادی، این همون قصه قدیمی حجاب و گشت ارشاد و زنان مردانه کردن فضای عمومیه یا که موضوع ابعاد تازه‌ای هم داره؟ به باور من این موضوع رو میتونیم از دو زاویه مختلف مورد بررسی قرار بدیم که البته این دو زاویه با اینکه مختلف هستن در هم تنیده هم هستن. یکی اون سیاست‌های حکومت‌های تمامیت‌خواه هستش که اصرار دارن بر تمام وجوه زندگی شهروندان کنترل داشته باشن، در مورد وجوه در واقع شونات خصوصی زندگی شهروندان قانون‌گذاری می‌کنن، حلال و حرام، جایز و باطل براش در نظر می‌گیرن و بعد پلیس و نیروهای کنترلی برای در واقع نظارت بر قانون‌گذاری ها در نظر میگیرن. من فکر میکنم نباید خیلی تعجب بکنیم از اتفاقاتی که داره میفته، به خاطر اینکه خب ما با یک حکومت تمامیت خواه مذهبی روبرو هستیم که پیشتر در واقع حوزه کنترل خودش رو تا اتاق خواب‌های افراد، تا جلوگیری از بارداری، تا گرایش جنسی افراد گسترده کرده بوده و به نظر میرسه این اتفاقات اخیر در واقع هر چند کمی تندتر شده و در واقع با درجه متفاوتی از بلاهت روبرو هستیم، اما سرمنشأش همان دخالت در شؤونات شهروندان هست. حالا این حکومت تمامیت خواه مذهبی ابعاد زنبیزارانه‌ای هم داره که باعث میشه اون وقتهایی که میخواد قدرت ورزی بکنه، اون زمانهایی که میخواد قدرت خودش رو به رخ بکشه، بیاد از بدن زنان شروع بکنه برای پوشش زنان، برای بارداری زنان، برای حضور زنان در اجتماع و همینطور که در آخرین تصمیم میبینیم حتی برای رنگ و ناخن و بدن موهای بدن زنان تصمیم میگیره. این نوع سیاست ها سال هاست که اجرا میشده، ولی خب میدونیم ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان لوازم آرایشی در خاورمیانه و حتی در جهان بوده و یکی از بزرگترین وارد کنندگان. چقدر واقعا قابل اجراست؟ میدونیم که خواسته حکومت ممکنه چیزی باشه، ولی اینکه بتونن اون رو تحمیل بکنن چیزی دیگر. دقیقا، خیلی ممنون از این پرسش بسیار مهم. من فکر می‌کنم هرچند که به هر حال نقدهای فمینیستی بسیار جدی به صنعت زیبایی وارده، به عنوان مثال در کشوری که من زندگی می‌کنم اساساً مسئله حالا هم نقدهای ضد سرمایه‌داری هم نقدهای فمینیستی که چرا باید زنان مشغول نگه داشته بشن به ظاهرشون، چرا باید تمرکز روی ظاهر زنان باشه و همینطور چرا باید در واقع نیاز کاذب برای اونها ایجاد بشه. اما من فکر می‌کنم وقتی می‌خوایم به صنعت زیبایی بپردازیم، وقتی در مورد بستر ایران صحبت می‌کنیم، باید به این توجه داشته باشیم که ما داریم در مورد جامعه این صحبت می‌کنیم که حق مالکیت و عاملیت زنان بر بدن‌هاشون در ابعاد مختلف به شکل گسترده و به شکل همیشگی سلب شده، ازشون انکار شده و زنان یک پنجره‌های کوچکی برای اعمال مالکیت خودشون بر بدن‌هاشون پیدا می‌کنن، از جمله عمل‌های جراحی، از جمله در واقع رو آوردن به صنعت زیبایی. من فکر میکنم بخشش این هست، یعنی زنان صنعت زیبایی در ایران در واقع تمرین داشتن مالکیت بر بدن هست و احساس من این هستش که راه به جایی نخواهد برد اینطور قانونگذاری ها، هرچند که به نظر میسه جمهوری اسلامی در حال در واقع الگوسازی هم هست، میخواد یک نمونه ای از الگوی زن عفیف مد نظر جمهوری اسلامی رو ارائه بده که خب اون هم سالهاست توسط زنان ایرانی پس زده شده. بسیار ممنونم از سمانه سوادی، حقوقدان و فعال برابری جنسیتی از برایتون. وزارت خارجه ایران ارتباط پرونده احمدرضا جلالی در این کشور با دادگاه حمید نوری در سوئد را رد کرده. محاکمه آقای نوری به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 اخیراً به پایان رسید و قرار است حکم او تا یک ماه و نیم دیگر صادر شود. همزمان مقام‌های قضایی به طور شفاهی به وکیل آقای جلالی گفتند که مصمم هستند که حکم اعدام او را به جرم جاسوسی برای اسرائیل اجرا کنند. هر دوی آنها اتهام‌ها علیه خود را رد کردند. علی خردپیر گزارش می‌دهد. آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت هاست که در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده، حکمش صادر شده. انکار ارتباط پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر متهم به جاسوسی در ایران،
با برپایی دادگاه حمید نوری در سوئد به اتهام مشارکت در اعدام‌های سال 67. اینو هیچ ارتباطی به هم ندارن. اگر ارتباطی هم هست حتما طرف سوئدی دوست داره این ارتباط رو برقرار کنه و بیشتر ما رو شک میندازه که تا چه حد دادگاه رو نمایشی و سیاسی کردن. متاسفانه حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. از همین تریبون من چندین بار گفتم فکر میکنم دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده، فکر نکنه که با این گروکشی ها موضوع آقای جلالی فراموش میشه. احمد رضا جلالی از سال 1388 در سوئد اقامت داشت. 6 سال پیش در سفری به ایران بازداشت شد. اتهامش محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل، هرچند خودش این اتهام را رد می کند. حکم اعدام او 1 سال بعد صادر شد و به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. اندکی بعد خبر آمد که تابعیت سوئدی او تایید شده. حالا به وکیل آقای جلالی در تهران به طور شفاهی اعلام شده که قوه قضاییه مصمم به اجرای حکم اعدام او تا پایان اردیبهشت است. خبری که پیشتر و همزمان با آخرین جلسه محاکمه حمید نوری در سوئد، رسانه‌هایی در ایران به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بودند. وزیر خارجه سوئد در واکنش این خبر را بسیار نگران کننده خواند. گزارش‌های بسیار نگران کننده ای از احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی شهروند سوئد در ایران منتشر شده. سوئد و اتحادیه اروپا این حکم را محکوم کرده و خواهان آزادی جلالی هستند. ما این را بارها به نمایندگان ایران گفته ایم. ما با ایران در تماس هستیم. حمید نوری 2.5 سال پیش در فرودگاه استکهلم به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد بازداشت شد. ایران برپایی دادگاه او را سیاسی نامیده. با این حال همزمان با پایان جلسات دادگاه ایران یک گردشگر سوئدی دیگر را بازداشت کرده. محاکمه 2 طبقه سوئدی به اتهام قاچاق مواد مخدر. تابستان پارسال هم اولین جلسه محاکمه 2 شهروند سوئدی به اتهام حمله مواد مخدر در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. علاوه بر این 3 گردشگر و احمد رضا جلالی، حبیب فرج الله چعب، شهروند ایرانی سوئدی و رهبر پیشین یکی از گروه‌های مخالفان حکومت ایران هم در ایران زندانی و محاکمه شده. در آن سو حدود 8 ماه پیش رسانه‌های سوئد از بازداشت یک مرد ایرانی تبار خبر دادند. هویت او پیمان کیا، 41 ساله و کادر پیشین پلیس امنیت سوئد گزارش شده و اتهامش جاسوسی. برادر او هم در رابطه با همین پرونده بازداشت شده. روابط ایران و سوئد بیش از پیش پرتنش شده و به شمار زندانیان 2 طرف افزوده. فعلا وزارت خارجه سوئد به شهروندانش درباره سفر به ایران هشدار داده و ایران هم چشم انتظار نتیجه دادگاه حمید نوری است. علی خردپیر، بی بی سی. رئیس جمهوری روسیه در سخنانی در مراسم سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم از حمله نظامی به اوکراین دفاع کرد. ولادیمیر پوتین گفت که آمریکا و کشورهای غربی امنیت روسیه را تهدید می‌کردند و اقدام روسیه پیشگیرانه بود. در اوکراین واکنش‌ها قابل پیش‌بینی بود. کسری ناجی از کیف گزارش می‌دهد. آژیر خطر حمله هوایی در خیابان‌های سوت و کور کیف امروز کمی بعد از سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در میدان سرخ مسکو. این نگرانی وجود داشت که روسیه امروز اعلان بسیج عمومی کند برای تشدید جنگ که نکرد. در سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم ولادیمیر پوتین از جنگ در دونباس در شرق اوکراین دفاع کرد، ولی نه ادعای پیروزی کرد و نه بسیج عمومی اعلام کرد برای یک جنگ تمام عیار آنطور که انتظار می رفت. او خطاب به سربازان اینجا که بعضی ها از اوکراین برای این رژه به مسکو آورده شده بودند گفت این روزها شما برای مردم ما در دونباس می جنگید، برای امنیت میهنمان روسیه. در خیابان های کیف واکنش ها قابل پیش بینی. این زن میگوید هنوز نگران است، اما به مردم روسیه تسلیت میگوید که به گفته او هزینه سنگینی در اوکراین خواهند پرداخت. این زن که پدر بزرگش در جنگ دوم کشته شده میگوید نباید فریب پوتین را خورد. او میتواند بعداً اعلان جنگ کند.
و این مرد میگوید پوتین هیچ وقت آنچه را که فکر میکند به زبان نمیآورد. او همیشه دروغ میگوید. در دیوار شهدا اینجا نمادی از هزینه انسانی لشکرکشی های روسیه به اوکراین در سالهای گذشته. اینجا در اوکراین کسی حرفای آقای پوتین رو باور نداره. او رو یک دروغگوی بزرگ میدونن که کشور رو به خاک و خون کشیده. حدود 20,000 نفر به گفته رئیس جمهوری اوکراین ظرف تنها 2 ماه گذشته کشته شدن. حرفای امروز آقای پوتین گارد اوکراین رو پایین نخواهد آورد. دفاع ادامه خواهد داشت. ми не протримались навіть століття. این پیام ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به مناسبت امروز سالگرد پیروزی بر آلمان نازی. او اینجا در کنار آپارتمان‌های مسکونی در برودیانکا در نزدیکی کیف که از سوی نیروهای روسیه از بین رفته هشدار می‌دهد که به قول او اهریمن فاشیسم برگشته است. این بار به گفته او با یونیفرم تازه و شعارهای تازه. امروز این سربازهای اوکراینی که برای تقویت جبهه به طرف خط مقدم می روند. برای به گفته مقامهای اوکراینی ادامه همان جنگ علیه فاشیسم و برای آزادی. کسرو نجی، بی بی سی، کیف. کسرو نجی همچنان از کیف در با ماست، به برنامه پیوسته. امروز ولادیمیر پوتین صحبت کرد، بخشهایی از آنچه که صحبت کرده بود در این گزارش هم مطرح شد. چه خانشی میشه کرد از این حرف ها؟ جمال، سخنرانی بود که من فکر نمی کنم به کسی در روسیه، به سربازهای روسیه یا مردم روسیه اعتماد نفسی داده باشه این سخنرانی. این سخنرانی به نظر می رسید که 2 هدف داشت. یکی برانگیختن احساسات میهن پرستانه و ملیگرایی مردم. بارها آقای پوتین صحبت از میهن کرد، میهن پرستی کرد، صحبت از دفاع از میهن کرد، تجاوز به روسیه، خطر تجاوز به روسیه معلوم نبود کی میخواست به روسیه تجاوز کنه. هدف دوم این بود که توضیح بده و توجیه کنه که چرا این حمله خونین صورت گرفته که در طی 7-8 هفته گذشته هزاران سرباز و افسر روسی کشته شدن، شاید 15,000، شاید 20,000 در این 8 هفته. صحبت از این کرد که اوکراین میخواست بمب اتمی بسازه، ما میخواستیم جلوگیری کنیم. میگفتش که غرب و ناتو و آمریکا برای دونباس برنامه داشتن که ما میخواستیم از این جلوگیری کنیم. صحبت از این بود که میخواستن همونجوری که گفتم به خاک روسیه حمله کنن، ما از این تجاوز جلوگیری کردیم. معلوم نبود همونجوری که گفتم کی میخواست تجاوز کنه. توی تمام این صحبت‌های آقای پوتین فقط 2 بار نام اوکراین برده شد، اما چندین بار صحبت از دونباس شد. به نظر می رسید که تمرکز حالا بر گرفتن شرق اوکراین و نه بیشتر. شاید سخنانی بود از مردی که به نظرم می رسید خمیده شده، شکسته شده و شاید نمیدونه قدم بعدی چه خواهد بود. در تمام این صحبت هیچ نشانه ای ما ندیدیم از اینکه قدم بعدی چه میتونه باشه یا هدف بعدی چیه برای آقای پوتین. هیچ نشانه ای از این هست که این بحران چطور میخواد تموم بشه؟ آیا تصوری میشه پیدا کرد از اینکه جنگ به پایان برسه یا نه؟ الان که با شما صحبت میکنیم جنگ در شرق کشور شدید، بمباران ها، توپخانه ها دارن با همدیگه دوئل میکنن. شهرهایی که در شهرک ها و دهکده هایی که در خطوط اول و نزدیک به خطوط اول هستن زیر باران گلوله و اینها هستن. در خارکیف اوکراینی ها پیشرفت کردن، نیروهای روسی فرار کردن، عقب نشستن. ولی به نظر میرسه که این شاید یک جنگی فرسایشی بشه تا اینکه
یک راهی براش پیدا کنن. عملکرد نیروهای روسی در شرق چیزی بهتر از عملکردشون در شمال اینجا در شمال کیف نبود که بالاخره تصمیم گرفتن که عقب نشینی کنن و از خیرش بگذرن. اونجا هم پیشروی ها خیلی خیلی کنده، نمیتونن بگن. آقای پوتین امروز دنبال این بود که یک پیروزی رو اعلام کنه، پیروزی نداشت که اعلام کنه. و در شرق کشور آن چیزی که میدونیم اینه که یک شهرک ظرف 24 ساعت گذشته بعد از هفته ها به دست نیروهای روسی افتاده، شهرک پاپاسنا که در همون نزدیکای کماراتوسک هست در شرق کشور. غیر از این پیروزی نداشتن در جنوب هم. همین ماریوپول رو میدونیم که هنوز اونجا در کارخانه آزوفستال هنوز جنگ هست، هنوز اونجا امروز حتی داشتن اونجا رو به شدت بمباران میکرد. ممنونم از کسرا ناجی در کیف پایتخت اوکراین. هر سال در تاجیکستان نهم ماه مه رو به عنوان روز غلبه جشن میگیرن، روزی که اتحاد جماهیر شوروی در جنگ با آلمان نازی پیروز شد. تاجیکستان 300 هزار سرباز به جنگ جهانی دوم فرستاد که بیش از 90 هزار نفر از آنها کشته شدند. امسال جشن پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در تاجیکستان مثل دیگر کشورهای آسیایی میانه زیر سایه جنگ روسیه با اوکراین قرار داشت و بسیاری از کشورهای منطقه رژه نظامی برگزار نکردند. سهراب زیا از دوشنبه گزارش میدهد. یکی از بچه های زمان جنگ جهانی دوم از تاجیکستان، وقتی که آلمان نازی در تابستان سال 1941 به اتحاد شوروی حمله کرد، رحمت 10 سال داشت. از خانواده آنها دو برادر و عمویش را به جنگ فرستادند. حالا 91 سال دارد و صاحب ده ها نوه و نتیجه و نبیره است. اما یاد روزهای سخت کودکیش در زمان جنگ جهانی دوم قلب او را می فشارد و اشک چشمانش را در می آورد. 41 سال قیمتی کسلی ها وبا پیدا شدند. کودک ها با 300 گرم نانی رژن نای می دادند. های کار می کرده که شرق ها با موافق کرچ سیستم 400 گرم نان می گرفتند. اون وقت با کن چی گرم؟ امسال در آستانه سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم، دولت تاجیکستان به هر کهنه سرباز آن جنگ معادل 1200 دلار کمک کرد. امروز امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای گرامی داشت یاد افسران و سربازان تاجیک که در جنگ با آلمانی نازی جان باختند، در کنار آتش ابدی در پارک غلبه شهر دوشنبه تاجگل گذاشت. همچنین در رژه نظامی با حضور گروهان گارد افتخاری شرکت کرد. امسال تا روز نهم می در تاجیکستان 56 کهنه سربازی جنگ جهانی دوم باقی ماندند که سن آنها بالای 95 سال است. به دلیل ضعف پیری و بیماری امروز در اینجا در پارک غلبه شهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت 77 مین سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی هیچ کدام از کهنه سربازان جنگ جهانی دوم حضور نداشتند. اما بستگان سربازانی که از تاجیکستان به جبهه های جنگ جهانی دوم رفتند امروز در شهر دوشنبه راهپیمایی هانگ جاویدان را برگزار کردند. صدها نفر از پیر و برنا با عکس عزیزانشان که در جنگ جهانی دوم شرکت کردند یا در پشت جبهه زحمت کشیدند و امروز نیستند، به پارک پیروزی آمدند و خاطره قربانیان آن جنگ را گرامی داشتند. از همه روزی بهترین حیات من، چون که پدر من با پدرم فخر میکنم. پدر بزرگوار من برای آسایشتگی دنیا، برای آسایشتگی فرزندان بیره ها جنگیدگی هم. پدر من اشتراکی جنگ بزرگ وطنی سالهای 41 و 45 می باشد و در سن 99 سالگی سال گذشته از دنیا چشم پوشیده است. تمنای آن را دارم که همه وقت آسمان ما صاف و بی‌غبار باشد. امسال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم در حال برگزار می شود که روسیه درگیری جنگ با اوکراین است.
برخی ها این جنگ را شبیه تهاجم شوروی به افغانستان در سالهای 1979-1989 می دانند. با گفته آنها، اگر جنگ شوروی در افغانستان یکی از عوامل فروپاشی اتحاد شوروی بود، جنگ روسیه در اوکراین ممکن است منجر به فروپاشی فدراسیون روسیه شود. امروز امام علی رحمان بدون اشاره به جنگ روسیه با اوکراین گفت که تاجیکستان همیشه جانبدار صلح و آرامی و حل و فصل همه گونه مخالفت و نزاع‌ها از راه گفتگو است. بسیار موضع‌گیری محتاطانه رهبران کشورهای آسیای مرکزی در قبال جنگ روسیه و اوکراین را با وابستگی شدید اقتصادی این کشورها به روسیه مربوط می‌دانند. بیش از 4 میلیون کارگری مهاجر از آسیای مرکزی در روسیه کار میکنند و پولهای فرستاده آنها از عوامل ثبات نسبی اقتصادی این کشور هاست. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. اگر پیگیر قیمت رمز ارزها باشید حتما میدونید که در روزهای اخیر کاهش زیادی داشته. امروز هم قیمت بیت کوین و اتریوم، دو رمز ارز معروف، حدود 6% پایین اومد. ارزش بیت کوین طی 6 ماه گذشته از 67 هزار دلار به حدود 31 هزار دلار رسید، یعنی بیشتر از 50% کم شده. کوشار عظیمیان، مهندس سابق هوش مصنوعی و فیسبوک و همینطور مدیر عامل شرکت 310 که پلتفرم هوش مصنوعی برای بایوتکنولوژی هست، از تورنتو کانادا با ما هستن. آقای عظیمیان، مدتی قبل من چند تا مقاله رو میخوندم، تقریبا همه پیشبینیشون این بود که قیمت بیت کوین میرسه به 100 هزار دلار. همچین اتفاقی که نیفتاد، هیچی. الان قیمت تا این حد پایین اومده، چرا چنین اتفاقی افتاده؟ درسته. سلام، مرسی که من دعوت کردین. ببینیم، داستان قیمت بیت کوین داستان قیمت بیت کوین نیست، داستان کل اقتصاد تمام مارکت های فاینانشیال که داره همزمان سقوط میکنه. ما زمانی که کووید انتخاب افتاد، خب فعالیت های اقتصادی متوقف شد تو دنیا. 2 سال پیش فدرال ریزرو و بانک‌های مرکزی ترسیدن که فروپاشی اتفاق بیفته تو اقتصاد جهانی، برای همین شروع کردن بیشترین مقدار لیکویدیتی، نقدینگی رو وارد بازارها کردن که همین باعث شد قیمت بیت کوین و بقیه اسست‌ها اینقدر بره بالا. توی آمریکا به طور خاص 13 تریلیون دلار پول وارد سیستم این بذار تزریق کردن که این بالاترین عدد تو تاریخ بود. تمام کشورها هم همین کارو کردن به شکل‌های مختلف. این حجم زیاد نقدینگی به اضافه مشکلات سپلای چین، مشکلات خط تولید که توی چین و همه جای دنیا به خاطر کووید اتفاق افتاد، باعث شد ما بیشترین مقدار تورم رو داشته باشیم از سال 1982 تا الان، که ماه گذشته به 8.5% رسید CPI تو آمریکا که شاخص تورم تو آمریکا است. و اینا همه باعث بالا بردن قیمت تمام اسست ها به خصوص بیت کوین شد. هرچی هم اسست رشدتر و تکنولوژی تر بود بیشتر رفت بالا. چند ماه پیش که من توی لایوی که توی اینستاگرام میذاشتم، توی فاصله مثلا جولای تا سپتامبر راجع به این گفتم که مارکت زیادی گرم شده و هر وقت این اتفاق میفته و اینقدر کریزی میشه، یه پایین اومدنی ادامه خواهد داشت. خب کم کم فد شروع کرد که وارد عمل بشه و تورم رو کنترل کنه. یه 25% بردن بالا، یه 0.5% بردن بالا. عدد الان عدد 10-year treasury yield که به اصطلاح دارین رو پردیکت میکنن، نگاه کنین، حدس اون عدد اینه که این تا 3.1% بالا خواهد رفت، یعنی 2.3% دیگه تقریبا ما مونده تا بالا بره. یعنی ما وارد بعد از اون دوران انقباضی خیلی شدیدی که بعد کووید داشتیم و دو بخش دوران انبساطی خیلی شدیدی که داشتیم، یه دوره انقباضی خیلی شدید رو خواهیم داشت. مارکت وحشت کرده الان و بعد خب داستان اوکراین اتفاق افتاد، دوباره یه فشار دیگه ساپلای چین افتاد، بحث نفت، آلومینیوم. خب ببین، یعنی اگه من خلاصه بکنم حرفاتون، معناش این میشه که بازار رمز ارزها از بازارهای دیگه جهانی جدا نیست، وقتی که مثلا تا حد زیادی درسته. خیلی ببینید، خیلی خوب. خب حالا ببینید، مثلا دقیقا پارسال توی اوج کرونا قیمت بالا بوده، بالای 60 هزار تا بوده. این یک. ضمن این که خب اصلا فلسفه بیت کوین این بوده که مستقل باشه از دولت‌ها، مستقل باشه از نظام‌ها، اصطلاحاً دیسنترالایزد باشه، یعنی تمرکز نداشته باشه. اگر این هم یک نوع در حقیقت کالا باشه، یک نوع ارزش‌گذاری باشه که مرتبط باشه به
فرض کنید که بازارهای بورس، خب چه فرقی با بقیه داره؟ این حرفتون درسته و این به اصطلاح اکسپکتیشن تا حد خیلی زیادی برآورده نشده، ولی من خب اگه مثلا شما نگاه کنین عددا رو، مثلا خب ما توی مثلا چین داریم مثلا اورگراند 96% سقوط کرده، نزدک 29%، S&P 17%، علی بابا 73%، ولی شما اگه بیت کوین رو نگاه کنین، من بیت کوین 55% از اون عدد 69 که شما فرمودین اومده پایین، یا ایتریوم 52%، ولی دو سال رو نگاه کنین از اول جنوری، یعنی اگه طولانی مدت تر نگاه کنین، بیت کوین 1000، ایتریوم 1800% رفته بالا و بیت کوین 330% رفته بالا. در کوتاه مدت درست میگین، و دلیل این به اصطلاح وصل بودن اینا، دلیل اینه که الان مشکلی که مارکت داره مشکل نقدینگیه، یعنی اصلا جدای از این که اون اسید چیه، همه در حال فروشن به خاطر که مشکل لیکویدیتی وجود داره الان تو مارکت. پولی که طرف مثلا تو استاک گوگل از دست داده رو باید یه جوری نقد کنه خودشو، میره بیتکوینشو میفروشه. ولی آره، این یه سری از انتظارا برآورده نشد تو این مدت. ولی ضمن این هم خب ما هر روز میشنیم که یه شرکتی مثلا داره از بیتکوین استفاده میکنه، نمونه تازهش همین گوچی مثلا، که شما میتونید الان برید از گوچی جنس بخرید بعد با رمز ارز بپردازید. چقدر ممکنه که با تمام این بالا و پایین شدن ها ما شاهد این باشیم که بتونیم ساده ترین خرید هامون رو هم با رمز ارز انجام بدیم اگر مایل باشیم؟ ببینید، این مشکل ترانزکشن متاسفانه توی چند سال گذشته اونقدی که باید خوب میرفته، بحث مهندسیش خوب پیش نرفته، قیمت ترانزکشن ها پایین نیامده، این بحث های لیر 2، بحثایی که قرار بود به هر شکلی قیمت ترانزکشن ها بیاد پایین، به خوبی انجام نشده. چیزی که بیت کوین موفق شد تو استور آف ولیو بود، یعنی آدمایی که تو یه منطقه دنیا جنگ زده بودن اینو گذاشتن توی موبایلشون و فرار کردن یه جای دیگه. بحث ترانزکشن های بحث انجینیرینگه که باید ما این به اصطلاح تعداد ترانزکشن هایی که این شبکه هندل میکنه، الان خیلی عددش کمه، مخصوصا بیت کوین، اینا داره روش کار میشه، قرار بهتر بشه. ایتریوم مثلا 2.0 که امسال قراره بیاد بیرون، خب قرار این عددو خیلی بره بالا، هنوز خیلی فاصله بوده. من یه رایزن مثلا 5 تا 10 ساله فکر میکنم این مشکلات حل بشه، به جایی برسیم که مردم بیت کوین رو همه جا استفاده کنن مثلا دلار یا مثلا هر پول دیگه ای. بسیار ممنونم، متشکرم از کوشیار عظیمیان، مهندس سابق هوش مصنوعی فیسبوک و همینطور مدیر عامل شرکت 310 که پلتفرم هوش مصنوعی برای بایوتکنولوژی است. و ممنونم از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه، برنامه‌های قبلی ما در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب قابل دسترسی.